با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر ایران و دنیا. من اگه آخرین که وقت بشه گذاشت کار دیروز و میشه پنجشنبه و جمعه رو بهتون خواهم داد. کجا بودم چیکار کردم اینا رو خدمت خواهم اگه وقت بشه، وقتم نشد کلیپ بعدی خدمت شما هستم که سایت خامنه ای یه چیزی نوشته: سفر رضا پهلوی به کشور غربی برای التماس از این کشورها برای برنده در ایران. خودتونم میدونید، خودتون به خلیت میزنید. البته من دیگه کم کم این لول دی تو این کردم اینا رو میارم پایین، چه ارزش دیگه ندارم. من کاری باید کردم کردم. اون زمانی که باید تابو اینا رو میشکستم، بوتا اینا رو میشکستم، عنوان ها اینا رو میشکستم، خائن بوده اینا رو میکردم، دروغ گفتنشون و رای گیریشون و همه چی رو باید رادخاریشون رو و اون رو دوباره شکستم. تا بود زمانی که باید کار کرد، حالا یه اصلا ارزش داره که به قول معروف یه توف هم بهشون بندازه ارزش داره. برای گاه گذاری همه چیزی دیگه گفتم، کم کم دارم کمش میکنم، هم ترک کنم مثلا یه نیاز نیست. نیاز زمانی بود که بود کرده در خمینی رو، یه آدم دروغوی جهانی رو، یک آدم مکار هیدگر دنیا رو، یه جنایتکار رو، یه گرگ وحشتناک درنده، هم گرگ هم خوک هم گراز هم اویروشی اسمش کفتار لاشخور، همه اینا در پوست در تو جلد این بشر بود. یک آدم بیرحم بیشتر که دومی نداشت، خب نقش بازی میکرد. من تا باش باید میشکستم. خمینیشون بود تشریفاتش که چقدر من رفته بودن، حالا بذار بگن آقا فلان دیر نمیشه، بس هم اینجاست. و خیلی خوشحال از بابت که جز اولین نفرهای بودم که با دلیل مدرک مستند و مثال زدن و نمونه آوردن از کاراشون یه بوت شکست دیگه. حالا وقتی بوتی که شکسته هست و تابو شکسته از بین رفته دیگه، فحش دادن بیاد دیگه، خودش با اعمال خودش به خودش فحش داده و فحش میده. دوباره میخونم اینو: سفر رضا پهلوی به کشورهای غربی برای التماس از این کشورها برای برانداز در ایران. جهت اطلاعات میگم آقای خامنه‌ای و دار دسته اون. جالبه این سایت خامنه‌ای چند تا آدم اونجا هستن، خیلی جالبه، خیلی جالبه. چی میشنوید شما؟ جهت اطلاع خدمتتون عرض کنم که بالغ بر 30 کشور تو نوبت هستن که باشون ملاقات کنن، اونا التماس میکنن. حالا زمانی که باید جنس فروخت، خوب میخرن. 4 تا ملاقات توی یک هفته، این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا خلاصه بله ما خوردیم، ما غلط کردیم، ما اینجوری کردیم و میخواییم بیام به طرف شما و از شما کمک بگیریم. داد خود این حرکت داد میزنه. شازده عزیزمونم با یک صلابت خاصی، با یک قواهد خاصی، با یک دید بالایی، چون شاهزاده از تمام افرادی در سطح کره زمین هستند کار سیاسی میکنن، ایشون ارشد تره. همونجوری زمانی پدرشون بودن ارشد بودن و همه سوراخ سنبه ها رو بلدن، همه چیز رو میدونن، به چند زبان مسلط هستن، دیدگاه بالایی دارن، چند تا مشاور خیلی خوب دارن و اینو خیلی مهمه. پس جهت اطلاع بهتون میگم که تا اونجاتون بسوزه، تا اونجاتون آتیش بگیره، خودتون هم بفهمید که اونها التماس شاهزاده رو میکنن. الان تو نوبتن. اگر ایشون هفته 4 تا ملاقات هم داشته باشد، خودش 1 ماه خورتون دو ماه طول میکشه. ولی از این ولی افتادن حالا همشون. بله. بیانش رو براتون میکنه. بیانش شاهزاده رو یه کار زیبایی امروز شاهزاده کردن که تماس کردن به خانم شهرستان ایرانی و شاهکار کردن. من سال 94 میلادی هامبورگ بودم، شهرام شپره اومد اونجا یه کنسرت داد. من تو اونم کنسرت نرفته بودم، راست بخوام خونه کسی که مهمان بودم، اونا میدونستن من با آقای افتخاری دوست هستم و گفتم آقا محمدی ما رو بر کنسرت. پدر مادرشون هم خاطر خورده سخت میگرفت، این دختر خواهر برادر بودن. من زنگ زدم به آقای افتخاری، خلاصه لطف کرد فرستاد دنبال ما رفتیم اونجا. بعد یکی از اون خواننده که اونجا بود که اول اسمش شیم بود، گفت من دوست دارم برگردم ایران اینجوری کنم اونجوری کنم. گفتم ببین شما چند تا شین هستید؟ شهرام شپره، شمایزاده، شاهرخ تا خوزه خیده. گفتم شما باعث شادی مردم و قطع نشدن ارتباط عاطفی احساسی مردم از قبل از
جفت رو به سر کار و بعدش ارتباط برقرار کرد. خیلی شین هستید که این کارا کردید، شادی آوردید. قدر اینو به آدم بدون در تاریخ خواهد موند و من اینو خواهم نوشت. حالا شهناز تهرانی هم به اینها اضافه شد و خیلی حجم کردن بهش. حالا چراشو باید دیگه بعد سر فرصت، ولی شازه شاکاری کردن و سوای این که نشون دادن چقدر مردمی هستن و حواسون جمعه، به دیگران هم اختیار کردن حواسون جمع باشه. تو خودتون هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی به ایرانی اصیل، به ایرانی ریشه دار، به ایرانی که باعث کار فرهنگی کردن، کار شادی مردم، به شادی مردم شادی کردن، دل مردم خوش کردن، حق ندارید. اگه بکنید پدرتون در اومد است دیگه، کار خیلی کار بزرگی بهش کرد. این بیان شباتو میخورم چون بعضی شباتو نره نرستم بخونم مارد میخونم. سوال شده که از نظر شما چه اقداماتی خود بشه ایشون فهمون. در تمام 43 سال گذشته تاکید کردم که تنها هدفم رساندن ایران به نقطه است که مردم ایران در انتخابات آزاد و منصفانه بتوانند در مورد آینده خود تصمیم بگیرند، تصمیم گیری کنند. از نگاه من رهبری این جنبش را من به تنهایی نخواهم داشت و با کمک دیگرانی که خواهد بود که هر یک نقش خود ما را داریم و به دنبال جلب حمایت و همراهی جامعه جهانی هستیم تا بالاخره این رژیم را بزنه درآوریم. شاید اعتصابات سراسری سریع‌ترین راه برای فلج کردن رژیم و سوق دادن آن به سمت نابودی باشد. من همواره دست خود را برای همکاری با هر ایرانی دموکراسی، ایرانی دموکراسی خواه، فارغ از گرایش سیاسی، چه چپ باشد، چه راست، چه میانه، دراز کردم. در این لحظه ما باید با یک صدای متحد صحبت کنیم که درخواست اصلی و اساسی هموطن ما در هموطنمون در داخل ایران است، از فعال سیاسی گرفته تا طیف‌های دیگر. و این دقیقا همون کاری است که باید در این مرحله انجام دهم. نسخه کامل گفتگوشم هست با شبکه خبری اسکای نیوز بله در بریتانیا، اونم به زودی میاد. ببین چقدر قشنگ و زیبا گفتن، چقدر جالب گفتن. همینه، این نشانه این است که این صحبت اگه بی متینی گفته میشه، بی راحتی گفته میشه، 40 سال تجربه پشتش خوابیده. 40 سال تجربه پشتش خوابیده. خب یکی از دوستان نوشتن که شما راجع به اروپا گفتید و آمریکا اینها، یک نکته قشنگ اشاره کردن. البته حالا شو شده این بیشتر، ولی باز آمدن جدیدن یک چیز جدید اجرای کنه اسمش یاد آورده همه چی هست. گفت کشتی کجایی که اینا میگرن، چه زن چه مرد چه آمریکا چه اروپا، گفت لذت میبرن تماشا میکنن، خوششون میاد چون ذاتشون اینه. ولی یک آدم اصیل رو نگاه میکنه، حالش به هم میکنه، نمیخوام ببینم خانم‌ها با هم جنن با چنگال و چاقو جون هم میافتن. حتی حالا جدیدا شو شده، ولی خب الان چون مردم دیگه نمیرن شد از شو شده و میرن عقب تمرین میکنن، میرن اجرا میکنن. حالا آمدن یه چیز جدید گذاشتن که توش بوکس هست، کاراته هست، همه چی توش هست، اسمش یاد رفته. پس اینها از این سبک زندگی لذت میبردن و میبرند و تا جونشون در میاد. ما کشتی داریم، کشتی آزاد داریم، کشتی فرقی داریم، جوان مردانه، کشتی چوخه داریم، خیلی دیگه جوان مردانه است، نه که بیان دو نفر بجون هم دیگه اونو اینه بزنه اونو بزنه که چی بشه، که چی بشه. کلی هم پول میگیرن، کلی هم فلان میکنن، ولی دیگه این بقول دوستمون که اینو گفت ماهیت اینا رو بیشتر رو میکنه. رئیس کانون جایگاه داران در تامین بنزین سوپر مشکل داریم. تو ما در همش مشکل داریم، نمیتونید بگید فقط سوپر هست. ایالات متحده یک شرکت رو به دلیل تامین مالی حزب الله تحریم کرد. خسته نباشید. تامین علمی حد بتونید. آقای وزیر خارجه سوئد، تروریستی اعلام کردن سپاه کار پیچیده است. معلومه پیچیده است. همه تون دست رو میشه. همه تون اون جایی که باید بری که حقتون از خائن بالفطر ملت و کشور ایران، شما همین تو شخص تو کم پشت پرده رو برخورد کنید، فلان کنید. شما تخم ترکه دوست ناپلئون هستید که شما اینقدر بی لیاقت بود تو کشورتون، اینقدر بی عرضه بودید، اینقدر ناتوان بودید که همیشه شاه شما رو کشور دیگه انتخاب میکردن براتون. تو هم یه آدم بی لیاقت بی ریشه هستید، شکی نیست. پیچیده شما هستید که معلوم است
چند نژاد یکی تو در اومده. اصلا ما نیازی هم بیرکنم سپاه خود به خود وقتی از طرف مردم تحریم میشه، وقتی از طرف مردم تروریستی شناخته میشه، 80 میلیون نفر میگن شما را هر چی بخواید بگید جونتون در بیاد، برای ما اهمیت ندارم بخوانید نخوانید، ما کار خودمون کردیم، ملت ما خود کرده و این ادامه داره. روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد دیگه ها رو خوردید، اونا رو خوردید، سیرنش رو کاسلیزی افتادید. روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد، اموال ایرانیان مرتبط با دولت اروپایی و بستگانش رو مسدود کنید. چشم شاید باید شاید دیگه گوشی دندونتون رو بگیره، نه باید با سیر نمیشید، با این حرف ها سیر نمیشید. چون دفاع معاون اول قوه قضاییه از اختلاس 92 هزار میلیاردی واقعیت نداره، جامعه رو متشنج نکنید. چرا حالا داریم بیاد چه ما داریم میگی؟ چی شد؟ چی شد؟ دیدی رسید به بیت رهبری؟ گندش در اومد؟ اصلا مردم دیگه سیر شدن توی این قصه، اصلا اهمیت بهشون نداره. اصل اینه شما همه باید بروید و فعالیت شاهزاده شما رو به چنان سرگیجه انداخته اصلا نمیدونی با چی بگید چی کار بکنید. اصل اونه. ادامه حواشی بودجه 1402 آرزو به گول میبری 100%. مالیات 47%، تورم 40% و افزایش حقوق 20%. بدید پیدا کنید پرتغال فروش را. بودجه 1402 که چالش برانگیزترین بودجه های سال اخیر است و نمایندگان مجلس کماکان ایرادات ریز و درشت بسیاری به آن وارد میکنند. بله آقای رئیسی هم نشسته اینجوری شمیده با کامپیوتر داره به بودجه نگاه میکنه. اصلاح کارکنان پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات. قطعی کامل و سراسر اینترنت در ایران نشانه نگران کننده نشانه نگران کننده مشتبه چرانی توضیح میدهد. تداوم بحران انرژی در ایران از صفای تورانی خودرو تا قبضه نجومی گاز. دیگه این داره به اون مرحله گفتم میرسه، بحث سوختی برسه دیگه خواست خود به خود تموم شده است. من نمیدونم این خبرها رو چرا سایت بی بی سی اونا میدونن که آقای جو بایدن تانک داد انگلیس تا به اوکراین. به ما چه مربوطه؟ 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 اینم چیزی که تواصل به شاهزاد چراغ سبز دارشون میدن که آقا ما به ما وقت بده، به ما هم وقت بده. تصویب قطعنامه دو حزبی مجلس نمایندگان در حمایت از اعتراضات در ایران. تو چند چیزی که شاهزاد میتونه بهش توجه کنه. کلودیا تنی عضو جمهوری خواهی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه برای دومین بار به طور رسمی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی موسوم به HR7 با هدف حمایت گسترده فراحزبی حفاظی کنگره از معترضان ایرانی در تلاش برسیدن به آزادی به مجلس نمایندگان ارائه داد. اگه خواستید من بتونیم چی کار بکنیم که سریع اتفاق بیفته من به تو یاد میدم، همینجا خواهم گفت. اگر یک جو صادق باشید، یک جو شرف داشته باشید، یک جو با عادت رو فکر کنید، ما اصلا برای ما دیگه اهمیت داریم. شما هر کاری که توصیه کردیم آخر برگشتید سر خط اول. التماس مردم رو باید بکنید، باید تمام گذشتتون بشینید بینی به زمین به خاک بمالید، چه بخواید چه نخواید اتفاق میفته. آقای کیومرس بول احمد دمشون گرم، با این همه داغی که بر دل داریم دیگه چه جشنی چه جشنواره ای، واقعا دمت گرم، نشون دادی که کاری که کردی رو بر اساس منطق عقل و اصالت کردی. ادامه تغییرات در نیروی انتظامی، من قبل چند پیش گفتم وادان کامل گفتم اینا تصویر شخصی میکنن، یه آدم کریه المنظر آوردن به عنوان رئیس پلیس تهران فلان بعد مثلا اینا تصویر شخصی میکنن تو خودشون، تو خودشون میشن هم افتادن و این خیلی خوبه. اینکه به سفارت جمهوری آذربایجان حمله شد این بازیه، اینا چیز دیگه، اون کار دیگه چیز دیگه، تو خودشون مشکل دارن و اونم اینم که بیا سر باز انتقام اونهایی که در حق این فلان کردن اینجوری کردن. ها دیدی من برگشتم. بله
هیئت 7 نفره واگذاری اموال دولت با ریاست محمد مخبر، یعنی دیگه هم هستن که دیگه دولت اموال دولت رو میفروشن، کسی هم نمیخره. دوستان بنیاد مستضعفان زمانی که خونه مصادره کرده بود، این شاید بالغ بر 10,000 بار آگهی داد که خود بفروشه، 2-3% تا 5% فروش نشد، چون میدونستن مال کسی دیگه است. یارو چه معتقد چه غیر معتقد چه هرچی میدونی، خونه مال کسی دیگه است، مال کسی دیگه. تو خونه کراهت داشت، تو خونه نمیشد رفت. حالا اونا که نتونستن بفروشن، اینقدر آگهی کردن که فقط روزنامه رو پولدار کردن، نکردن مبلغ رو 5% نرسید استقبال کنن، حتی خودیاشو نگرفتن. حالا میان میخوان اموال دولت مصادره کنن، ولی کسی هم حق نداشت. بعد جالب اینجاست میگه مصوبه شورای هماهنگی سران و قوا 7 نفره با واسه اموال دولت مسئولیت قضایی دارد. بهش مسئولیت قضایی برو بفر کار نباشه، کسی کار نداره، حقش کار نداره، فقط پول بیار. پول اون زمانش که چیزی که مسئولیت بود کسی نمیخرید، حالا یه جای خود داری اموال دولت بخواید چی بشه؟ که چی بشه؟ چی کار کنم با اموال دولت؟ خیلی کودکانه فکر کنم. وظایف و اختیارات هیئت به شرط زیر است: 1. شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر فلان قدر فلان. تمام اینها رو مقابل به پول رو نمیرسید، نمیتونید، کور خوندید، نه تو کجا آباد گذاشتید، تو تپر آزاد گذاشتید، روبار رفت پیش چه دکترش توی حیوانات گفتش که چشم دیگه شده، گفت یک تپهی که روش کاری نکردی یک از اون خاک میده بردم توی چشمت، تپهی نداشتی شما کجا؟ کلی هم تفسیر ماده گذاشتن. خامنه‌ای در عراق باخت، سازش پشت پرده بغداد با کشور غربی. در پی سفر خزانه عراق به پاریس، رهبران عراق و فرانسه پس از یک ضیافت شام در کاخ خلیزه و امضای توافقنامه همکاری های راهبردی میان دو کشور خبر دادند. امضای توافقنامه یک ماه پس از آن صورت گرفته که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر کاهش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق تاکید کرد. حالا دیگه رنو نمیتونه بفروشی، ماشین نمیتونه بفروشی، جس نمیتونی غالب بکنی و و و و و و و و بعد یه روزم وقت باشه راجع به شماها و شیوه کارتون در سطح دنیا میخوام بگم که دیگه نخنما شده. محمد سودانی خصوصی عراق در اولین مسابقه خود با رسانه غربی روز به روزنامه واسه جورنال گفته ما فکر میکنیم به حضور نیروی خارج عراق نیاز داریم. قابل توجه آقایون. به نظر میرسد این موضع‌گیری یک چرخش ناگهانی در رویکرد بغداد است. با این وجود روند تحولات سالانه گذشته نشان میدهد که عراق حرکت مداوم به این سمت داشته است. جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه در میان مخالفان فیلم زیر بخشی از آمده میگه که آره میخواد سایش درست کرد، بدبخته بیچاره. اون مخالفان بیشتر مخالفان آدم خودتون هستن. اون مال گروه قاسم سلیمانی بود، این مال سپاه، این مال اون، هر کدوم اینا خودتون هست، تو خودتون اختلاف هست. و بشه وقت بشه رو براتون بخونم، به خود طولانی هم هست بسیده شده. مطلبش طولانیه، امیدوارم یه تیکش بتونم بگم. از بوزرجمهر پرسیدند کدام عطیه از خدای تعالی نوتارست به بنده بنده اعظم عطایا میتواند بود. گفت خرد طبیعی. گفتن اگر آن نباشد، گفت ادبی که به تعلیم آموخته باشد. گفت اگر آن نباشد، گفت خوی خوش که با خلایق مدارا و مواسات کند. گفت اگر بدین صفت هم مناسب نباشد، گفت موت بر اون واجب است. بله. حالا بعد چند دیگه هم هست که باید پیدا کنم، خیلی جالبه. از ارسطو پرسیدم بهترین سخن کدام است؟ گفت آنچه موافق عقل باشد، آنچه موافق عقل باشد، نه تقلید نه احساس. گفتم پس آن چیست؟ گفت سخنی که شنونده بپذیرد. گفتن پس از آن چیست؟ گفت سخنی که عافیت آن اطمینان داشته باشیم که ضرری متوجه ما نخواهد شد. گفتن بعد از آن چیست؟ گفت اگر سخن یکی از این شرایط نداشته باشد و صدای چهار پایان بستر است. ایام کام روزگارتون خوش. راجع به اتفاقات دیر دکتر در امروز و دکتر بی نهایت انسانی رو من ملاقات کردم صحبت خواهم کرد. ایام کام روزگارتون خوش.